به همه شما همراهان. به پرشین مینی تیوی خیلی خوش آمدید. لازمه که قبل از هر چیز با سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه های بعدی ما با خبر بشید. لطفاً برامون کامنت بذارید، ما هم به همه کامنتاتون جواب میدیم. و اما موضوع این برنامه، معتادان هم کرونا میگیرن. معتادان نمیگیرن. عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته که مواد مخدر سنتی یا سنتی در ابتلا به بیماری کرونا فرقی با هم ندارند. عضو این کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفت معتادان به دلیل نقص سیستم ایمنی بیشتر از افراد عادی در معرض ابتلا به کرونا قرار می گیرند. اطلاعاتی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که معتادان نسبت به افراد عادی کمتر ابتلا به کرونا میشن. این همه معتاد هیچ که نگرفته، ما که ندیم. بر اساس اعلام پزشکان صاحب نام و محققان برجسته، این موضوع مانند سایر شایعات اساس علمی نداره و فقط برای عادی سازی اعتیاده. معتادان نمیگیرن. مطالعاتی که در ایران و کشورهای مانند امریکا و ایتالیا انجام شده نشان میده که معتادان اعم از مواد مخدر افیونی، استنشاقی یا داروهای روانگردان مانند شیشه آمفتامین علاوه بر اینکه کمتر از سایرین با موارد ابتلای کرونا مواجه نیستند، بلکه نسبت به افراد عادی بیشتر در معرض بیماری‌های کرونا قرار دارند. افراد معتاد به سیگار، قلیان یا مواد افیونی به علت استنشاق مکرر دود، سیستم ایمنی دستگاه تنفسی فوقانی آنها ضعیف و مقاومت بدنشان در مقابل عوامل بیماری کمتر از مردم عادیه. در نتیجه اونان سریع‌تر به آنفلانزا، سرماخوردگی و عفونت کرونا مبتلا میشن. این عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا اشاره کرده مصرف سیگار، قلیان، تریاک یا سایر مواد مخدر تفاوتی در ابتلا به بیماری کرونا ندارند. همه این مواد در کاهش قدرت سیستم ایمنی دستگاه تنفسی نقش بسیاری دارند. مواد مخدر سنتی یا سنتی در ابتلا به بیماری کرونا فرقی با هم ندارند. افراد با مصرف آمفتامین، کوکائین، شیشه و سایر مواد مخدر سنتی میتونن در معرض ابتلا قرار بگیرن. تا اینجا هر چقدر از این برنامه خوشتون اومده اونو لایک کنید و این ویدیو رو به اشتراک بذارید تا دوستای دیگه تون هم این برنامه رو ببینن. به نظر میرسه که مطالب منتشر شده در فضای مجازی در مورد اینکه معتادا کرونا نمیگیرن یه شایعه و مطلب بی اساسه. واقعاً دیدن اینا هم دارن اینا ندارن. یا توجیه کار ناپسند معتادان یا اقدام سوداگران مرگ برای رسیدن به مقاصد اقتصادی بیشتر. عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با اشاره به اینکه اغلب اطلاعات فضای مجازی غیر علمی و نادرسته تاکید کرده که اطلاعات باید بر اساس یافته‌های علمی باشه و این اطلاعات از طریق رسانه‌های موثق در اختیار مردم قرار بگیره. معتادان نمی‌گیرن. موکلتان یا علی. خیلی ممنونیم که تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا یه ویدئوی دیگه، شب و روزگار خوش.